اسرائیل آدسانیا وقتی با وتوری مبارزه کرد یادتونه تو این کانال کامل مستند اسرائیل آدسانیا رو گذاشتیم و تمام فایتاشون رو، اما در این مبارزه خوب کار کردن جفتشون با سپلیت دیسیژن دست اسرائیل آدسانیا با عنوان پیروز بالا میره، یعنی رأی غیر متحد آوران، اصلا وتوری ناراحت میشه. پیروزی های پیاپی که کسب کرد اسرائیل آدسانیا این بار تاوارس اومد جلوش قرار گرفت، گفتش که پیروزی هایی که کسب کرده پیروزی خوبی نبوده، جلو افرادی نبوده که MMA کار خوبی باشن، یک باکسر خوبی هست ولی MMA فایتر خوبی نیست، من جلوش وای میستم و متوقفش میکنم. جام خیلی باحاله، یه بچه کوچیک اومده جلوی تاوارس، این چقدر قشنگ باشه کشتی میگیره و امروز میخوایم فایتش رو با این چهره اسرائیل آدسانیا بهتون نشون بدیم. آدسانیایی که کیک باکسر خیلی خوبی بوده، 80 تا مبارزه کرده در کیک باکسینگ، 75 تا برد داشته، 29 بار ناکاوت کرده، 5 بار فقط باخته و در MMA هم میدونیم که 22 تا مبارزه کرده که 21 رو برده، 15 تا ناکاوت، 6 تا دیسیژن، یه بارم باخون، یه بارش هم با دیسیژن بود توی وزن دیگه به بلاژویچ. اینجا میخواد مبارزه کنه با تاوارس. دوتاشون روبرو هم دیگه قرار گرفتن و این مبارزه باحال رو میخوایم براتون گزارش کنیم. همه این صحبت ها در روز مسابقه تموم میشه و باید با هم دیگه مبارزه کنن. هرچی حرف هست و اینجا باید به هم بزنن. اسرائیل آدسانیا، بله، تاوارس، روبرو هم دیگه قرار گرفتن، هم دیگه رو دارم میسنجن. مبارزه 5 راندی، لوکیک، جبای خوب از اسرائیل آدسانیا. نگاه کنید چقدر پرقدرت و مستحکم بایستده اسرائیل آدسانیا، بدن عضلانی محکم، سرعت بالا، کیکای خیلی خوب، چه لیبر کیکی رو اینجا میزنه به شکم تاوارس، آرنجا بهش نشون میده، جب میزنه، بعد در برگشت یه دونه نیه محکم. تاوارس هم خوب مشت میزنه ولی خب سرعت بالای اسرائیل آدسانیا اجازه رو بهش نمیده که بتونه کامل بخوابونه، فاصله‌اش رو خوب حفظ میکنه آدسانیا. های کیک ولی دفاعش رو خوب جمع و جور کرده بود. لو کیک، عده اصولای آدسانیا رو میبینید، پا رو خوش میکنه، یه لیبر کیک، اجازه نمیده تاوارس بهش نزدیک بشه. بازی نیه دیگه، راند دو رو داریم میبینیم، بعد یه جوری شما مدیریت کنی نفست رو که بتونی تا 5 راند مبارزه کنی. اسپینینگ هیل کیک، میگه بالا سرت رد شد، واقعا خوب های کیک رو زد، همونو برگشت سپینینگ هیل کیک زد و شانس آورد، موی بالا سرش رد شد. اسرائیل آدسانیا نیجریاییه ولی خب نیوزیلند بزرگ شد و به اونجا رفته، از اونجا دیگه اومد به UFC، کمربند بنفش برزیلیان جوجیتسو داره، اما ایستادش بی نظیره، ایستاده عالی داره، ببینید اصلا اجازه نمیده حریف نزدیک شه. لید ساید کیک تو صورت، جپانج، بوکسش هم خوبه، کیکاش خوب بهتره. پای تاوارس میبینیم که اصلا سرخ شده و نمیتونه نزدیک آدسانیا بشه. تو همون راند دو هستیم، سر و صورت تاوارس میبینیم یه نمه برم کرده، باز لیور کیک محکم به تاوارس، خدایش همین که تونسته وایسه، چه فتح پای زیبا میزنه و میادش در خاک. نکن اینجا لیور کیک، این لیور کیک درد داره، نفسو میگیره. لو کیک دیگه، جپاج، یه لو کیک محکم و برگشت. تاوارس میخواست تا حمله بکنه، یه عده اصول دیگه در آورد. ببین چقدر قشنگ پا رو نشون میده، مشت میزنه، خوب گول میزنه. به نظر من یکی از نکتهای خیلی مثبت آدسانیا همین گول زدنشه، حریفو قشنگ گول میزنه. چه نیزد به صورت، موتای کلیچ و نیه محکم به صورت حریف میزنه، موتای هم کار کرده، آرنجای خوب میزنه، زانوی خوب میزنه، اصول اعتماد به نفس بسیار بالا، جاخالی های عالی. راند سومو داریم براتون گزارش کنیم. موتای کلیچو گرفته، حریفو میاره در خاک، اصلا نمیره تو خاک بزنتش، ترجیح میده ایستاده ادامه بده. تاوارسی که ضربه خاصی ازش نمیبینیم، ضربه میزنه اما بیشتر ضربات محکم مثل این لیور کیک از آدسانیا داره میخوره. ببین چجوری گول میزنه حریفو و فرار میکنه. پاش که سوئیچ میکنه از ساپا میاره تو ارتودکس، از ارتودکس میاره تو ساپا، خوب سوئیچ بلده بکنه آدسانیا و این کارو خوب انجام میده، حریفا رو اذیت میکنه. پا رو اگه جلوش بذاری قطعا لوکیک های محکم میزنه. دوتا پاینت زد، اومد کلینچش کنه که موفق
نشد، یه های کیک دفاع کرد کامل تاوارس، خوبم دفاع کرد، باز لوکی که دیگه و میبینید که اینجا پارو گرفت، یه اسپینینگ البوی زیبا، پارو گرفت اسپینینگ البوی زیبا، واقعا زیبا در کلاس بسیار بالایی اجرا میکنه. ثانیه آخره راند سوم با بوکس خوب کار کرد، اینجا چند تا ضربه رو زد، دیدی حریفش تا میخواست ضربه بزنه اصلا دستش بهش نرسید، دستو که دراز میکنه اصلا بهش نمیرسه و خوب و محکم و قرص این جزانه محکم میزنه به تاوارس، اذیت کرده تاوارس رو. پای جلوی تاوارس رو قشنگ دقت بکنین وقتی دوربین اومده، ببینید چجوری سرخ شده، بادی پانچای عالی که بهش میزنه، فاصله رو باز حفظ میکنه، این بار های کیک، واقعا هر کی باشه گل میخوره. در برگشت باز بوکس، گل زدن با پا و راند به اتمام رسید. راند سوم هم به اتمام رسید. میریم برای راند چهارم. در راند چهارم چه اتفاقی میفته؟ ببینید باز دوباره نفساشون خوبه. آدسانیا رو به جلو داره کار میکنه. باز جاب میزنه تاوارس. چند تا مشت اومد بزنه که خوب نخوابید. یه دونه فرانت کیک، لو کیک از آدسانیا. تاوارس یه جاب نمیخوابه. محکم بخواد بخوابه، دستو میگیره آرنج میزنه. واقعا شما نگاه کنید چقدر در سطح بالا اجرا میکنه و پاره کرد صورت تاوارس رو، دستو گرفت همون آرنج زد و صورت تاوارس پاره شده. نگاه کنید خون داره میاد، این خون داره میریزه تو چشش، همزمان که داره مبارزه میکنه شما تصور کنید یه چشش داره هی بد میبینه، خونا داره میره تو چشش. باز دوباره آدسانیا داره نقطه‌ای ضربه میزنه، بادی پانچ، در این حال جاب جاب رایت پانچ و باز لو کیک، پایی که داغونه درد داره، صورتی که باد کرده، خون داره جاری میشه و آدسانیا که پشت سر هم هنوز داره ضربه میزنه. در اواخر رانده چهارم هستیم، نفس حرف اولو میزنه، راستو نشون میده، چپ میزنه، یه نیه دیگه به شکم، یه نیه دیگه به صورت. موتا کلینچو کرده، میخواد نیه بعدی رو بزنه که بهش اجازه رو نمیده تاوارس. تاوارس با چند تا ضربه دور میکنه ولی باز این ضربه رو خوابون. ببینید موتا کلینچو میگیره، بانگ به صورت میخوابونه. چه میکنه آدسانیا؟ عجب فرانت کیکی. حتما ازتون میخوام که مستند کاملش رو ببینید در همین کانال ما. در راند آخر هستیم، راند پنجم، باز لوکیکایی که میزنه به تاوارس، تاوارس رو خسته کرده. نگاه کنید ضربه انقدر خورده به شکمش و به صورتش خسته شده، باز لوکیک دیگه. بعضیا با همین لوکیک خوردن ناک‌اوت میشن، میافتن زمین و دیگه پا نمیشن. یک دو عالی، ببین یک دو، یه جاب یه رایت پانچ، باز لوکیک داره نزدیک تاوارس میشه، جاب پش میزنه تاوارس، برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه از آدسانیا. دیگه راند پنجم نفس هم نداره، آدسانیا در خاک چند تا ضربه بهش میزنه، در ایستادن میدونه نیبه صورتش. ناکن اینجا ضربه زد تا پاشد سر رو گرفت، بانگ زانو. واقعا دم تاوارس کم وایستاده تا الان، خیلی ضربه زیادی خورد، چه آپرکاتی. باز برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه که با خیمه سنگینه آدسانیا، باز همون جوری اومد ضربه بزنه که موفق نشد. هایکیکش هم خوب دفاع کرد تاوارس. 1:30 تا پایان راند پنجم و راند آخر فرصت باقیه، ببینیم کسی میتونه اون یکی رو ناک اوت بکنه یا نه. ببینید یه فینگر هم بهش نشون میده این دقیقه. باز لوکیک، 40 تا پایان، باز لوکیک برای زیرگیری اومد اقدام بکنه، هر کاری کرد به در بسته خورد، حالا میارتش در خاک، میدونه ثانیه آخره، کاری نمیتونه بکنه. این بار اومد این ساب میشن بکنه که دیگه زنگ مدرسه تموم شد و داورا باید تعیین بکنن کی برنده است. با یونانیمس دیسیژن، رأی متحد داوران، دست اسرائیل آدسانیا به عنوان پیروز بالا میره و میان با هم دست میدن. دوستان اینم از مبارزه اسرائیل آدسانیا، کاملشو گذاشتیم در این کانال، برید ببینید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید که هر برنامه گذاشتیم بتونید ببینید، چون برنامه‌های ما هر شب جا میمونید. از پلیلیست غافل نشید. این دور ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد میشه، حتما ببینید. خیلی ممنون از اینکه ما رو دنبال کردید. خدا نگهدار.